السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند، مردم سربلند و سعادتمند وادی زرخیز فرغانه، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظور شما میگردد. در سود با شما جهانگیر صابیرف. طوری که خبر دارید، با قرار راهبر دولت وزارت تعلیم تا مکتبی به تصرف وزارت تعلیم خلق گذرانیده شده، وزارت تعلیم مکتب و تا مکتبی تشکیل کرده شد. طبق معلومات ها، معاش خادمان پدگوگی تعلیم تا مکتبی با معاش آموزگاران مکتب ها برابر کرده می شود. پرزیدنت در برآمدهای خود اساساً به مسئله تعلیم و تربیت علاهیده ایستاده میگذرد، زیرا تعلیم و تربیت عامل اساسی رشد مملکت، تامین فراوانی و صلح و امنیت میباشد. در کشوری که صفت تعلیم و تربیت کاهیده است، در آنجا پیشروی به نظر نمیرسد. گذرانیدن اصلاحات در ساختار تعلیم تا مکتبی وظیفه اولین درجه بود و میتوان گفت که در این ساختار هم اصلاحات گذرانیده شده، وزارت تعلیم تا مکتبی به تصرف وزارت تعلیم خلق گذرانیده شد. در تشکیلات تعلیم تا مکتبی راه ندادن به کروپسیا از مسئله های مهمترین بوده، برای در این ساختار مبارزه بردن علیه این علت ناپاک چاره و تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند. تا رفت ساختار پر رقمی کنانیده می شود و این در کم نمودن حالت های کروپسیونی واقعا عامل مهم می گردد. از جانب خدمت مطبوعات وزارت تعلیم مکتبی و تا مکتبی معلوم کرده شد که من بعد خادمان پدگوگی تشکیلات های تعلیم تا مکتبی برابر آموزگاران مکتب های عمومی تعلیمی معاش می گیرند. مزد یاوران تربیتگر 70% زیاد می شود. به معاش یک ماهه کارکنان آشخانه و بوگالتریا 100% اضافه پولی پیش بینی شده است. آینده از باغچه سر می شود، یا اینکه اگر راهبران با من دوست شدن را خواهند، از باغچه دیدن کنند. گفتن سرور دولتمان بی سبب نیست، چون که نجات در تعلیم است، نجات در تربیت است. برای همین هم با کارمندان ساحه اعتبار مخصوص داده می شود. بلند برداشتن معاش خادمان پدگوگی باغچه ها و برابر آموزگاران مکتب ها، من بعد معاش گرفتن آنها و رقمی کنندن تشکیلات های تعلیم تا مکتبی کار بسیار خرسندآور است. حالت پر رقمی کننده شود، حالت های کروپسیونی کم می شود، صفت تعلیم و تربیت بلند می گردد. برای برپا نمودن آینده بزرگ، پیش از همه با باغچه و مکتب اعتبار دادن لازم است. در ازبکستان باشد، به این مسئله ها اعتبار علاهده دادن کار بسیار عقلانه است و البته این نتیجه خوب دارد. مهم است که برای تطبیق شفاف روندهای مالیوی سیستم تحصیلات تا مکتبی شرایط ضروری فراهم آورده، دوامات کارمندان و تربیت گیرندگان مؤسسه های دولتی تا مکتبی توسط تکنولوژی معین کنی بیومتری، سیستم های اطلاعاتی باغچه بچگان و اداره کنی تشکیلات های غیر دولتی تعلیم تا مکتبی پر اداره کرده می شوند. جاری گردیدن این ساختار تا قدر امکان برای کم نمودن حالت های کروپسیونی عامل مهم می گردد. وقتی درباره کروپسی حرف می زنیم، در پیش نظرمون انسان های جلوگر می شوند که امیری نفس نه، بلکه غلام نفس خود گشتند و این نفس می تواند انسان را حرمتناک سازد، علاوه بر این در بین جامعه شرمنده و شرمسار کند. از این جهت سیاست امروزه برای ریشکن کردن کروپسیا از هر یک ساحه سخت مبارزه می برد، اما کروپسیا همان وقت از بین می رود که هر یک انسان در جامعه خود را اصلاح کرده تواند. اگر ما پیش از همه خود را اصلاح نکنیم، در این سمت به موفقیت نائل شدن خیلی مشکل است. در کدام حالت ها برای گرفتن کردیت تعلیمی گراو یا کفیل طلب کردن نمی شود؟ کردیت تعلیمی کی و چطور برگردانیده می شود؟ جواب این سوال ها در شرح نوبتی امان. اگر دانشجو فرزند آیله باشد که به فهرست یگانه حفظ اجتماعی داخل کرده شده است، برای قرض تعلیمی یگان گراو یا کفیل طلب کرده نمی شود. پیشنهاد شهادت نامه تصدیق کننده وارد شدن به رستر کفایه است. بانک در دوام 5 روز کاری حجت های پیشنهاد شده را بررسی نموده، در باره دادن کردیت تعلیمی به دانشجو قرار قبول می کند. مبلغ های کردیت تعلیمی توسط انتقال مبلغ به صورت حسابی در شرطنامه نشان داده شده یا ورقه صورت حساب، حسابنامه، فاکتوره از جانب بانک تجارتی داده شده گذرانیده می شود. قرض اساسی کردیت تعلیمی برای 7 سال از ماه 7 بعد به آخر رسیدن دوره رسمی تحصیل دانشجو برگردانیده می شود. تا این وقت از روی کردیت تحصیل تنها پرداخت فایزها صورت می گیرد. در برنامه گذشته به شما درباره بالا روی حرارت هوا در 10 روزه اول ماه فوریه و در حدودهای کوهی موجود بودن احتمال آبخیزی خبر داده بودیم. امروز باشد باز ازگیدرامت با خبر تعجیلی برآمد.
اوزگیدرامید باز امروز مردم را هشدار داد که روزهای یکم سیوم فورال شمال سخت و آبخیزی در نظر است. روزهای سی یکم ینور و یکم دویم فورال از بحر میان زمین به قلمرو ازبکستان واری شدن مسه های نمناک و نسبتاً گرم پیش بینی شده است. روزهای سی یکم ینور و یکم دویم فورال در بعضی جای ها سرعت شمال تا نشاندادهای بلند افزایش می یابد. اوزگیدرامید در وادی فرغانه گرفتن پیش راهی حالت های فوق العاده را در این روزها خصوصا در ناحیه های سوخ و بشریق و شاهی مردان الهیده معلوم کرده گذشت. Республикамызда 1-3 февраль күнләре күчле шамал эсе, күчле ямгыр ягып, сел су ташкыны yuzaga kelishi kutilmoqda. So'x tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi aholidan shu narsani iltimos qilardiki, sel xavfi kelishi mumkin bo'lgan hududlarda farzandlarini nazorat qoldirmasligi, chorva va uy hayvonlarini nazorat qoldirmasligi so'raladi. Chunki so'x tumani tog'li hudud bo'lganligi sababli bu hududda sel va toshqin bo'lish ehtimoli yuqori. واقعا نوحه سوخ در آغوش کوههای سربفلک جایگیر شده است و از این جهت در نوحه ما خف آمدن سیل وجود دارد. از این رو امروز ها کارمندان شعبه وضعیت های فوق‌العاده نوحه سوخ در محل ها آدمان را هشدار کرده ایستادند که در این روزها فرزندان خود را از نظارت دور نگذارند. اینچنین بنا به خبر اوزگیدرامه در این روزها وزیدن شمال سخت نیز پیش بینی شده است و از این جهت در زیر درختان پیر شده و جای های ساختمانی جمع شده با هم بازی کردن بچه ها قطعی منع کرده می شود. باور داریم که در این روزها پدر و مادران فرزندان خود را از نظارت دور نمیگذارند و مبادا حادثه های طبیعت روی دهد آن را به آسیب پسی سر میکنند. وقتی ما ماهی سپتامبر سال گذشته به ولایت خوجند جمهوری تاجیکستان سفر کردیم، یک چند گزارش ها از جریان تشریف آماده ساخته بودیم، اما این دفعه ما درباره تاریخ یکی از قصرهای فرهنگی خوجند عظیم به شما نقل میکنیم. قصر فرهنگی ارباب یکی از قصرهای باشکوه فرهنگی و صنعت خاصه معماری و تصویری ولایت سغد میباشد که در ناحیه باباجان غفارو جایگیر شده است. قصر ارباب یکی از قصرهای تاریخی و باشکوه کشوری تاجیکستان بوده، نفوذ آن تا مملکت‌های خارجی رفته رسیده است. صنعت معماری، هیکل‌تراشی، رسامی، نقاشی و کندکاری که در این قصر دیده می‌شود، هنوز از زمان‌های قدیم در بین خلق‌های تاجیک و ازبک خیلی در رواج بوده. آثار آنها در تاریخ مدنیت ما جای مخصوص را اشغال می‌کند. در بین صنعت‌های نفیسه، صنعت معماری یکی از زیباترین، مرکب‌ترین و قدیم‌ترین نمودهای صنعت است. خلق تاجیک و ازبک عنعنه‌های با صنعت معماری دارند. قلعه های شهرهای خوجند و حصار، سمرقند و بخارا، شهر سبز، تاشکند عظیم، نقش و نگار پنجکند قدیمه، هوکند لطیف، شهرستان عصر میانگی، مقبره شیخ مصلح الدین در خوجند، حضرت شاه در اسفره، مدرسه های و مساجد در منطقه های مختلف تاجیکستان و ازبکستان صاحب استقلال که از گذشته میراث مانده‌اند، نمونه برجسته این مدنیت به حساب می روند. در قطار انشاءات های پرمحتشم معماری عصر 20، قصر مدنیت خواجگی جماعوی به نام سید خواجه ارون خواجیف را نام می گیرند. این قصر از نام تپه که در آن بنیاد یافته است، قصر فرهنگ ارباب نام گرفته است و با حشمت و صنعت خاصه معماری و تصویری شهرتش از حدودهای جمهوری بیرون رفته است. گروه سوسیالیستی و قصر ارباب یکی از جایهای تاریخی در تاجیکستان عزیز ما امروز به حساب می رود. قصر ارباب را دو کارت قهرمان مهنت سوسیالیستی استاد پخته تاجیکستان سید خواجه ارون خواجایف رئیس بابا وقتی که سفری تشریف به شهر سن پترزبورگ میکنن، وقتی که در همونجا رفتن بعد و دیده برای کالخوزچیان کالخوز خودشان ساختمان یک عدد همیخل قصر باشکوه نیت میکنن. سال ها می گذرد لیکن از حساب مبلغ کم بودن شرایطی ساختمان قصر نبود. وقتی که کالخوز ها همشون متحد می شوند، 22 کالخوز با قرار حکومت جمهور وای می شد متحد می شوند، بعد ساختمان کالخوز وقتی که خواجگی 20 میلیون درآمدی صاف به حساب می گیرد، انوای وقت به رئیس بابا شرایط پیدا می شد که ساختمان آغاز کنند. در وقتی ساختمان آغاز کردن مراجعه میکنم به حکومت جمهوری، حکومت جمهوری برای ساختمان قصر روزیگی میدهند و آن وقتی که ساختمان سر میشد، رئیس بابا ساختمان طریق حشر
از هر بریگاد های خواجگی هر روز از 8 تا 10 نفر جمع میکردند و طریق حشر ساختمان آغاز میکردند. هر روز نزدیکی 400-500 نفر کالخوزچیان هم اومده یاردن میدادند و 5 میلیون همون وقت به لایحه تصدیق کرده شده بود. وقتی که وی طریق مولیوی همون کارمندان طریق مولیوی مبلغ گذاری میکنن از حساب شولی، برنج، روغن، ارد، ان این خط حسابی که میتین بعد حساب و کتاب میکنن که اخیری ساختمان به ساختمان 12 میلیون به همگی ساختمانش صرف میشه و باز 38 میلیون دیگر با خواجگی یاردن میشه. آرایش درآمدگاه قصر و صحنه آن بیننده را به حیرت می آورد. در زیر همه تیریزه های طرف صحن در پیشتاق درآمدگاه مرکزی در بین نقش ها از آثار شاعران عصر ده سر کرده تا شاعران برجسته امروز بیت و رباعی ها ثبت کرده شدند. در اینجا کلام شیرین و آتشین رودکی، فردوسی، ابن سینا، کمال خوجندی، رابعه بلخی، نظامی گنجوی، حضرت جامی و نوایی بر این شخصیت های برجسته تاجیک و ازبک و حتی نویسندگان روس و اروپا نیز ثبت گردیده. آرایش داخل بنا در حقیقت نمونه برجسته ایجادیات خلق و صنعت معماری و نقاشی می باشد. در این بنای با حشمت خانه نیست که با گچکاری زینت دادن نشده باشد. نقش های خرد و کلان تا به درجه مرکب و جالب دقتند که بیننده را به ذوق می آورند. من امروز منم دوامی 31 سال می شود که من امروز تاجیکستان ما گل برین شکفته ایستاده است. من ما تینج آرام من با دوامش به با همکاری دو پریزیدنت دو دولت جناب عالی محترم امام علی رحمان و پریزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرمانوچ میرزیویف رفت و آمد دوستگی همکاری کرده استاده من دیده استادیم امروز من همراه تاجیکستان ازبکستان چه رفت و آمد سرحد ها کشاده شد من دوستگی ازبکستان و تاجیکستان از قرین بسیار هم ناز بود من امروز با من همش از نو با پیدا شده استاده است من بگذار در آینده با من دوستگی ابدی شود و همین رفت آمدی بین تاجیکستان و ازبکستان هیچ وقت کنده نشود. مهمانان و سیاحان خارجی که به ولایت سغد می آیند از این قصر مشهور البته دیده می کنند. چون حاکم ولایت سغد به دلگسی ولایت فرغانه معلوم کرد این قصر تاریخی و با حشمت در زیر نظارت حکومت کشور قرار دارد و از این جهت هر سال در اطراف قصر و داخل آن کارهای آباسازی برده می شوند. در ولایت سغد خاصه شهر خوجند عظیم موضع های تاریخی بیشمار بوده در چهار فصل سال پرپور سیاحان خارجی می باشد. جهانگیر صابیرف، اکرام جورایف مخصوص برای تلویزیون ویزیونی سوخ از ولایت سوخ جمهوری تاجیکستان. نتیجه های پیروزی های پی در پی شطرنج بازان مملکت مون است که ازبکستان همچون بهترین کشور شاهمات در سال 2022 اعتراف شد. عزیزان بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می دهد. توجه کنید. معاون اولی وزیر فرهنگ و سیاحی جمهوری ازبکستان اولوغبیگ اعظمف پرزیدنت دانشکده فرهنگ سازمان همکاری اقتصادی مراجان بوبریبویف را قبول کرد. دانشکده فرهنگ سازمان همکاری اقتصادی در زمینه دانشکده منطقوی رشد فرهنگ تأسیس یافته است که همچون تشبثکار، هماهنگساز، مبلغ گذار و نظارتچی چوربینه‌های بزرگ فرهنگی در قلمرو کشورهای عضو این سازمان عمل می‌کند. برهماندن و تحکیم همکاری بین مؤسسه‌های تعلیمی در ساحه فرهنگ، آثارخانه‌ها و کتابخانه‌ها، تلویزیون و تحریریه ها دولت های عضو در ساحه میراث فرهنگی و ورزش از وظیفه های اساسی دانشکده می باشد. قابل ذکر است که در واخوری دایر به اشتراک ازبکستان در چوربینه ها در دایره سازمان همکاری اقتصادی همکاری با کشورهای عضو این سازمان در ساحه های فرهنگی و گومانیتری و سیاحی اینچنین کاری منبعده تبادل افکار صورت گرفت. در ازبکستان ایلاوه مبیلی اوزبوز با کار درآمد با یاری آن استفاده برندگان می توانند در شکل الکترونی برای ریس‌های اتوبوس‌های بین شهری که از اتووگزل تاشکند به راه می‌برایند چیپته‌ها خرید کنند. موافق معلومات وزارت نقلیات ازبکستان به مسافران امکان داده شده است که در وقت واقعه توسط زمینه مبیلی با جدول خط سیرهای بین شهری و بین المللی اتووگزل تاشکند شنا شوند. در این حال توسط ایلاوه مبیلی اوزبوز در شکل الکترونی با اتوبوس‌های خط سیر بخارا چیپته خریدن ممکن است. خرید الکترونی چیپته ها توسط این زمینه مبیلی برای رئیس هایی که از همه منطقه ها به تاشکند انجام داده می شوند زینه به زینه دسترس خواهند شد.
غالبان آزمون آید به فرستادن عالمان جوان به کشورهای پیشرفته خارجی برای تجربه آموزی کوتاه مدت که از جانب وزارت رشد اینوواسیونی با مقصد شناسایی بواسطه با نظام تعلیمی فنلاندیا اصولهای اینوواسیونی و امکانات ها گذرانیده می شود. پژوهشگران مرکز ملی تحقیقاتی به نام عبدالله اولانی در عین حال در شهر یوواسکولیار یعنی فنلاندیا تجربه آموزی دارند. در رفت کارآموزی علمی که از جانب فوند مبلغ گذاری علم و دستگیری اینوواسیا با مبلغ تامین کرده می شود، عالمان جوان با نظام تعلیمی خلق فنلاندیا آماده سازی مربیان و معین نمودن نقش واسطه های اخبار عمومی در اداره کنی مکتب ها شنا شدند. اوزبیکستان در سال 2022 استحصال کارتوشکا را 4.8% افزایش داد. سال 2022 در اوزبیکستان بیش از 3.4 میلیون تن کارتوشکا استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4.8% بیشتر است که نسبت به سال 2021 156 هزار تن زیاد می باشد. از نیمه ماه ایولی سال 2022 نرخ یک لخت کارتوشکا در اوزبیکستان معتدل بود و در دایره نسبتا محدود نرخ ها تغییر یافت. طبق معلومات مانیتورینگ نرخ ها نرخ میانه یک لخت برای این محصولات در دوره از 15 ایول تا 31 دکبر سال 2022 به استثناء یک دوره کوتاه دویم نیمه ماه آگوست سال گذشته در حدود 4500 سوم برای یک کیلوگرم بود. ماه ینوری سال 2023 نرخ یک لخت کارتوشکا در ازبکستان با سرمایه غیر عادی برای این منطقه با افزایش شدید از 4000 تا 5000 سوم برای یک کیلوگرم در دوره از 6 تا 20 ینور و نوهای دیگر سبزیجات واکنش نشان داد، اما در یک هفته آخر نرخ این محصولات پایین رفته تا 27 ینوری سال 2023 نرخ میانه یک لخت کارتوشکا در ازبکستان 4900 سوم را تشکیل داد که نسبت به همین سنه سال 2022 10% ارزان تر است. بینندگان عزیز، این بود با خبر و رویدادهای مهمترین روز بخش خبری پیام روز تلویزیونی ساخت و در همین جا با بخش خبری انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.